آمریکایی‌ها احتیاج دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی. در طول این 40 سال غالبا اونها دنبال مذاکره با ما بودن. پشت میز مذاکره سیاسی با اونها نمی‌نشینیم. در طول این 40 سال غالبا اونها دنبال مذاکره با ما بودن. دنبال چیزی به نام مذاکره با ایرانند. از مذاکره به دلایل دیگری فرار کنید و میدونید اون دلایل مقبول مخاطبتون نیست، اول یک مدعای دروغ جعل میکنید و بعد برای اون مدعای دروغ استدلال میارید. مذاکره یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده و ابهت پوشالی طرف مقابل رو در برابر چشم همه جهان جهانیان میشکنه. پشت میز مذاکره سیاسی با اونها نمیشینه. میگه شما امکانات دفاعیتون رو کنار بگذارید، شما اقتدار منطقیتون رو کنار بگذارید، شما قدرت ملیتون رو کنار بگذارید. و اینا رو که نمیشه هیچ انسانی که با شرف هست در و علاقمند به حفظ مصالح کشوره که زیر بار این حرفا نمیره. مذاکره یعنی این، اینی که بنده مخالفت میکنم با مذاکره معناش اینه. آیا آمریکا که با تمام کشورهای دنیا در ارتباطه، جز یکی دوتا کشور که دچار اختلال رابطهش مثل کره شمالی و مثلا بخشی از آمریکای لاتین، اونجا در کشورهای دیگه دنیا میگه شما قدرت دفاعیتون رو کنار بگذارید؟ آیا اون کشورها قدرت دفاعیشون رو کنار گذاشتن؟ مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. به نظرم باید توجه بکنیم که آقای خامنه‌ای داره توجیه میکنه برای اون نگاه کلان ضد آمریکایی که داره، که البته مختص دوران رهبریش نبوده، از زمان جوانی چنین دیدگاهی رو داشته که آمریکا به عنوان مظهر امپریالیسم یک دشمن هست و یک شر اصلاح ناپذیر هست. مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشده، امام اینجوری تعبیر کرد. سمه. مذاکره بدبستان هست، شانه زنی هست و در از این نگاه آقای خامنه‌ای مضر هست و مثل سم عمل کرده و البته خودش هم پایبند این مسئله نبوده و بارها نقض کرده و آمریکا وعده می‌زده. دشمنی آمریکا از بین نخواهد رفت، چون حکومت اسلامی صرفاً یک ایجاد یک نظام جدید و رژیم جدید در یک کشور نیست، ایجاد یک الگوست. عیب کار برای آمریکایی‌ها اینه. اینجور نیستش که آمریکا بخواد مذاکره کنه تا اینکه یه حرف حقی رو قبول کنه، نه، بخواد مذاکره کنه تا یه حرف باطلی رو تحمیل کنه. میگه تحریما رو بردارین، ما سلاح هسته‌ای درست کنیم، به روسیه هم پهباد و موشک بفروشیم. خب این یعنی چی؟ نمیشه. میخواد هم خدا رو داشته باشه هم خرما رو. در روانشناسی یک عارضه ای هست بهش میگن پروجکشن، یعنی یک آدم بیمار روانی وقتی خودش یه چیزی رو فکر میکنه به دیگری نسبت میده. حالا از این پدیده روانی روسا استفاده کردن برای
ضد اطلاعات، ضد دیس انفورمیشن و گمراه کردن مردم و در تبلیغات ازش استفاده میکنن. کاری که آقای خامنه ای داره میکنه همینه. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم، البته تو مجلس نبودم، تو جبهه بودم، اهواز بودم. خب پس تیپ امام سجاد گردان قمربنی هاشم همون وقت اینجا در تهران مصوبه مجلس بود، البته کار غیر قانونی نبود. نشستن همین حضرات با به واسطه، البته با واسطه بدون رودرویی، با واسطه الجزایر با آمریکایی‌ها صحبت کردن، قرارداد گذاشتن، تعهدهای متعددی گرفتن. اگر دولت آمریکا می توانست اعتماد ما رو جلب کنه خیلی از مشکلات حل می شود. آیا آمریکا به اون تعهدات عمل کرد؟ آیا آمریکا تحریم رو برداشت؟ اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. آمریکا به تعهد عمل میکنه، خیلی خوب، اینم مذاکره. وقتی شما مدعای بدعهدی آمریکا رو دارید، فضای آزاد بگذارید تا منتقدان شما بگن آیا آمریکا شما رو هم وفادار به عهد میدونه یا نه. معاهده ی امر دو طرفه است دیگه. شما آیا به قول و قراراتون عمل کردید؟ قول و قرارات فقط آزاد کردن گروگان ها نبود. آیا آمریکا به قول و قرارش عمل کرده؟ این امر دو طرفه است و در یک فضای آزاد قابل نقد و بررسی است. مذاکره یا توافق بر اساس اعتماد نیست، بلکه بر اساس یک سری مکانیزم ها و رویه ها ایجاد میشه و یک داد و ستدی که انجام میشه مبتنی بر واقعیت هایی که بیرون از مذاکره وجود داره. لکن خوشبین نیستم من، چون تجربه من نشان میده آمریکایی‌ها هم غیر قابل اعتمادند، هم غیر منطقی‌اند، صادق نیستند در برخوردشون. از تجربه های شما دیگران باید استفاده کنند. چرا بنده اینقدر اصرار دارم که ارتباط با آمریکا نبایستی برقرار بشه، حتی مذاکره، جز در مسائل مشخص و معینی که حالا اقتضای مصلحت باشه؟ علتش چیه؟ و یه دلیلی داره. اشکال مذاکره اینه، اونی که باید بدی رو از شما میگیره، اونی که باید بده رو به شما نمیده. از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما می‌خواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم‌ها رو هم می‌خواهیم برداریم. من به اون شخص محترم، واسطه محترم، گفتم ما به آمریکایی‌ها اطمینانی نداریم، اونا به حرف اینا اطمینانی نیست. گفت حالا امتحان کنیم. خودی بود خیلی خوب، این دفعه هم امتحان میکن. مذاکرات اینجوری شروع شد. خامنه ای بهشون میگه آره برین مذاکره کنین، وقت میخره دیگه، برای اینکه وقت خریدن برای سلاح هسته‌ای درست کردن خب لازمه. به اینا میگه برین مذاکره کنین، بعد میان میگه نه قبول نمی. مذاکره ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم. این معناش این نیست که این ملت مستعصل شده است، ابدا. برای نگرانی از بقای خودش میره به سمت تنیسودایی، منتها مقطعی و موقتی، نه یه تنیسدایی پایدار. از این زاویه هستش که خامنه ای از سر اجبار به سمت این مذاکره و توافق ها رفته و هر
نوع گفتگویی و مصالحه‌ای با آمریکا در طول این سه دهه گذشته انجام شده بی تردید با نظر مثبت آقای خامنه‌ای بوده، ولی هیچگاه حاضر به پذیرش عملی و علنی مسئولیت ها نشد. چه مذاکره ای؟ کاری ما با شما نداریم، احتیاجی به شما نداریم، ترسی از شما نداریم، هیچ محبتی به شما نداریم. اصلا مذاکره چه ربطی به ترس و محبت و عشق داره؟ مسئله مذاکره، تفاهم، قراردادها تا تاریخ تاریخ بوده. هر جا که انسان نیاز به زندگی مسالمت‌آمیز احساس کرده با دیگران بوده. بعد از جنگ جهانی دوم این بیشتر شده، این اتحادیه ها، این قراردادها، این پیمان های بین المللی بیشتر شده، اهمیت مذاکره بیشتر فهمیده شده. دولت های آمریکا، هم اون دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق، اینا همشون احتیاج دارن که نمایش بدن که ما جایی مثل جمهوری اسلامی رو کشوندیم پای میز مذاکره. این چیزیست که نیاز دارن. اون روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکنه، جشن گرفتن اینا اونجا که خبرش بعدن رسید به ما از طریق. اینا احتیاج دارن به این قضیه. ما هیچ لزوم نداره که این احتیاج اونها رو برآورده کنیم. به تبع مردم ایران نیاز به این گفتگو دارن که بتونن سرمایه‌شون رو آزاد بکنن، بتونن تحریم‌ها رو بردارن، بتونن زندگی داشته باشن. این سیاست عدم مذاکره و آمریکا ستیزه هزینه‌هاش به مراتب بیشتر بوده، اما صد البته قرار نبوده و قرار نیست که ایران صرفاً مطیع نظرات آمریکا بشه. مسئله این هستش که نه دشمنی و نه آمریکا شیفتگی. کسانی که نامزد ریاست جمهوری آمریکان ای دارن تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نقل میکنیم. اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.